در سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، فرار نکنید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر جنگی پیش آمد و با کفار روبرو شدید، پشت نکنید، یعنی کنایه از این که فرار نکنید، بایستید و مقابله کنید با اونها. و من یولهم یومئذ دبره، اگر کسی فرار کند، مگر اینکه فرار کند، یعنی برود بیرون برای اینکه استعداد بیشتری پیدا کنه، پس کنید از میدان جنگ بره بیرون برای اینکه اسلحه‌ای بیاره، چیزی بیاره، او متحیزا الی فئتین، برود نیروهایی را جمع بکنه یا با نیروهایی مثلا همکاری کنه، مگر به این جهت خارج بشود. و الا فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. این است که در فقه و در حدیث یکی از کبائر را فرار از زحف شمردند، یکی از کبائر، گفتند که ملاک شناخت کبائر اون گناهی است که خداوند متعال عذاب جهنم را برای اون گناه معین کرده، یکی از ضوابط برای گناهان کبیره اینه. لذا فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خب اینها کیان؟ یا ایها الذین آمنو هستن، یعنی خطاب است به اصحاب رسول الله. خب اون وقت عملا نگاه میکنیم که اینها در جنگ ها فرار کردند یا ایستادگی کردند. بحث ما هم بحث کلی است. در احد چند نفر باقی موندند؟ در حنین چند نفر با پیغمبر اکرم باقی موندند؟ در خیبر چه کردند بزرگان اصحاب؟ خب اگر از نظر تاریخی و به مطالعه در سیره آیون معلوم بشود که عموماً در جنگ ها آیون فرار می کردند، مخصوصا مشاهیر اصحاب و اون بزرگان و مشایخ قوم، اینها فرار می کردند. خب وقتی این طور شد، یک قیاس منطقی درست میشه دیگه، یک صغرا و کبرا درست میشه که فلانی یا فلانی ها در جنگ، در فلان جنگ یا جنگ ها فرار کردند. این صغرا کبرا. و من یولهم یومئذ دبره فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. خب نتیجتا حکم عموم صحابه چه میشه؟ بالخصوص مشایخ قوم. شما اگر به طبقات ابن سعد مراجعه کنید، در جلد 3 صفحه 218 به سند صحیح از خود ابوبکر روایت میکنه که این آقا در جنگ احد فرار کرده. خب اگر این صغرا را به این کبرا زمینه کنیم چه میشه؟ این است که آیون ناچارند برای حفظ حرمت اونها بگن که بله، ما منکر فرار اونها نیستیم، لکن اینها توبه کردند. خب وقتی توبه کردند، خداوند متعال غفار است، تواب است، من تابه از گناهی کان کمن لا ذنب له. غیر از اینه؟ خب ما میگیم که عجالتاً ما علم به فرار این آیون داریم، آیه مبارکه هم قطعاً بر این آیون منطبق. شما به ما اخبار میکنید از توبه این آیون. توبه هم یه امر باطنیه، شما اخبار میکنید. اگر ما به اخبار شما از اون چه که قطعا بهش رسیدیم دست بر نداریم چه بکنیم؟ این داستان شیخ مفید را لابد مستحضر هستید دیگه. مرحوم شیخ مفید بر سر اصحاب جمل وقتی در جلسه ای بحث شد و معلوم شد که حکم اصحاب جمل چی هست از طلحه و زبیر و عائشه و غیر ذلک، شیخ مفید فرمودن که داستان جمل به حد درایه رسیده. این که شما میگید آیون توبه کردن، این روایته، ما هرگز به روایت دست بر نمیداریم از درایت. اونچه که به سرحد علم و قدر و یقین رسید، حالا شما به ما اخبار کنید که آیون توبه کردند. ما که توبه ای از طلحه و زبیر اطلاعی نداریم، چون زبیر اگر توبه کرده بود بعد از اینکه حضرت امیر بهش تذکر دادن و رفت کنار، اگر توبه کرده بود میبایست به مردم میگفت ایها الناس برگردید، هر کسی بره به شهرش و دیارش و خانه خودش. برای ما معلوم شد که بی خود آمدین به بصره، قاعدش اینه دیگه. و طلحه را هم خود مروان که در جبهه معاویه بود از پشت سر به قول امروز ترور کرد، دیگه توبه طلحه کجاست؟
در خود میدان جنگ، چون مروان گفت الان موقعیت خوبیه، طلحه کسی است که از قتله عثمانه و من الان از این موقعیت خوبه که استفاده کنم و انتقام عثمان رو از طرحه بگیرم، با اینکه اینا هم جبهه بودن، با هم بودن ها بر علیه امیرالمومنین، همونجا زد طرحه را انداخت. خب توبه طرحه کجاست؟ اینه که ما هرگز از امور قطعیه به اخبارات بنیه، اونم اخباری که از یک امر قلبی است که توبه باشد، نمیتونیم از علممون و قطعمون و یقینمون دست برداریم. حالا ای حاله قضایا از این قراره. خب بفرمایید حرف دارید بیاید. خب بیاید. قرآن میگه اونایی که فرار کردن اونها با او بغضب من الله مأواهم جهنم و بئس المصیر. قرآن رو منکر میشید که نه؟ فرار آیون رو منکر میشید که نه؟ انطباق این کبرا رو بر صغرا منکر میشید که نمیتونید؟ بله ادعای توبه میکنی به اثبات برسونید. شما مدعی هستید، اخبار از چی میکنید؟ از توبه، یک امر قلبی. آیون توبه کردن، توبه از چی کردن؟ بعد اینکه پیغمبر اکرم تنها موندن در احد. من نمیخوام خیلی وارد این مباحث بشم، اینا در وقتش باید مطرح بشه. پیغمبر اکرم این مثل این میمونه، شما به خدا ببینید الان یک کسی سهلنگاری میکنه، بی احتیاطی میکنه، توی خیابون میزنه یک کسی رو پاش میشکنه، بعد میگه آ ببخشید اینا خیلی متقاعده بین ما مردم نیست، ببخشید توبه کردم، ببخشید آقا این پاش شکسته بیچاره الان بدبخت باید 6 ماه بخوابه، گچ بگیرن پاشو، تو بی احتیاطی کردی، اون وقت ببخشید. پیغمبر اکرم رو تنها بگذارن در میدان جنگ، از هر طرف احاطه کنن، پیغمبر اکرم رو به خود حضرت هم صدمه بزنن و این همه حضرت صدا بزنن و فریاد بزنن، آلون فرار کردن، برن خونه هاشون، بعد برگردن بگن ببخشید. این ببخشید ها کجا عذاب میشه؟ کجا ارزش داره؟ من بعید میدونم، من نمیخوام برای خداوند متعال تکلیف باید بکنم، ولی این ببخشید ها در چنین موقعیت های خدا میپذیره؟ Straight Away TV.